بیندایگ ارجمند تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم ما خدمت شما تقدیم باد. خوشحال هستیم که بعد از مدت ها یک تن از همکاران بسیار خوب دوران رادیو تلویزیون ملی افغانستان پیدا کردیم. همین فیسبوک یکی از خوبی های شمیست که بسیار دوستا و آشنایا بعد از سالهای سال دوباره به همدیگر پیوند خوردن و پیدا کردن یک دیگر. ما هم خوشحال هستیم که امروز دوست گرانقدر ما آقای حکیم ناظم که از همکاران سابق رادیو تلویزیون ما بودن پیدا کردیم. ما خب در رابطه با آقای ناظم شاید ما در لاولاخ صحبت کنیم، ولی در قدم اول آقای ناظم برای شما سلام تقدیم میکنیم. خوشحال هستیم که شما را در برنامه امشب تلویزیون داریم. ما هم سلام های خدا برای شما و برای بیننده های عزیز تلویزیون امید 24 تقدیم میکنم آقای نصیر خالد. واقعا ما هم بسیار خوش شدم که شما را بعد از بسیار وقتا همراهتان روبروی صحبت میکنم، اگرچه در فیسبوک شما را و در تلویزیون برنامه هایتان قبلا دیده بودم، اما امروز جای خوشی است که بعد از راستی بسیار وقتا با هم روبروی صحبت میکنیم. شما با سلامت باشین. البته دوستای عزیز، خوب است که چند دقیقه از آقای ناظم بشنویم در رابطه با خودشان، که آقای ناظم برای تلویزیون بودن، بعد از رادیو تلویزیون ما خبر نداریم کجا بودن، چه کردن. چند دقیقه آقای ناظم خوب است که یک معرفی مختصر با هموطنان ما هم باشه، محبت کنین. لطف دارین جناب نصیر خالد. خب البته دوستایی که من از رادیو تلویزیون میشناسن اونا میفهمن که من انجینیر بودم در بخش واحدهای سیار رادیو و تلویزیون، تقریبا مسئولیت یک بخش کلان شدم. در اون وقت به عهده داشتم، بعد مشکلاتی که در افغانستان دامنگیر شده بود و روز به روز زیاد میشد، ما را هم مانند میلیون ها افغان دیگر مجبور به این ساخت که به خارج از کشور و کشورهای همسایه پناهنده شدیم. ما یک مدت در پشاور بودم. وقتی که من در پشاور بودم در مؤسسات خارجی کار میکردم. اول البته در مرکز نشراتی افغان کار میکردم یک مدت که در موجه بازی کورسای جورنالیزم و ایگپارم در USAID و در امریکن سنتر خواندیم، و بعد از اون همراه خانم نانسی دوپری در مرکز اکبر یا مرکز اطلاعاتی اکبر کار میکردم در پشاور. بعد بعضی مشکلات هم پیدا شد و من عروسی کردم. بعد از عروسی رفتم اسلام آباد. در اسلام آباد در دفتر یونوچا که وقت به نام یونوکا یاد می شد در بخش پروگرامایش کار می کردم تا سال 1994 میلادی. از اونجا بعد مرا به یک دیپارتمنت دیگه ملل متحد که حفظ صلح هست یا پیس کیپینگ آپریشن تبدیل کردن، و ما به گرجستان شوروی سابق به حیث کارمند بین المللی سازمان ملل متحد رفتم. مدت 4 سال در اونجا کار می کردم. بعد از او به کانادا مهاجر شدم برای خانواده خود. در کانادا هم مدت 6 سال یا 7 سال در بخش امیگریشن با یک کمیونیتی سرویس سوسایتی من کار میکردم، منیجر یا مسئول از او بودم. و یکی دو سال هم در یک کمپنی کامپیوتر در بخش نتورکینگ و گپا مسئولش بودم کار میکردم. بعد در سالهای اخیر که بر شما دلچسب است، از سال 2007 تا شروع سال 2012 من همراه قوت‌های ناتو و ایساف و رئیس مشاور ملکی بین المللی مامور ملکی ناتو در کابل کار میکردم. در قماندانی عمومی قوت‌های ناتو اونجا وظیفه داشتم. و بعد از او آمده مال باز دوباره در کانادا هستم. مصروفیت‌های شخصی دارم مثل دیگه افغانا. خب خوشحال شدیم آقای ناظم. خوب است یک ادخل یک شناخت نسبی هموطنان ما که با شما نداشتن پیدا کردن، و فکر میکنم که هموطنان ما منتظر هزی هستن که حرفهای از ما بشنون. ولی ما امید بایی دارم که بعد از این خوب است که هفته یک بار ما و شما فعلا از طریق اسکایپ در خدمت هموطنان خود باشیم، حرفهای بزنیم و بعد از حرفای هم از هموطنان خود بشنویم. آقای ناظم، در رابطه با ونکوور یک چند دقیقه صحبت کنیم که افغانهای ما چطور هستند،
چی میکنن. بعد از اون میریم داخل افغانستان و خبر میگیریم از آقای کرزایی، که آقای کرزایی در چی حال هستن. بسیار تشکر، صحبت های بسیار جالب، سوال های دلچسب. ونکوور شما میفهمین که از کلانترین شهرهای بریتیش کولومبیا ونکوور است، اگرچه مرکز ایالتی نیست، مرکز ولایت بریتیش کولومبیا شهر ویکتوریا است که یک جزیرگک است، نفوسش کم است. افغان ها را ارقام بسیار دقیق آدم نمیافه، ولی ارقامی را که از دو سه منبع که یک جای کنین، بین 25 تا 28 هزار افغان در ولایت بریتیش کولومبیا سکونت دارد. البته تعداد از ایچون یک تعداد از دیگه ولایت ها اینجا میان، یک تعداد از اینجا به دیگه ولایت ها میرن، در همین حدود تخمین زده میشه. دیگه مثل دیگه جایی که افغان ها مهاجر شده از هر قوم و قبیل و دین و مذهب و زبان، افغان ها یک جای شدن و زندگی خود به می تحت شرایطی که از پیش میبرن برای حفظ امو عادات و رسم و رواج و فرهنگ و زبان و دین و مذهب، یک تعداد گروه های افغانی در هر منطقه کوشش میکنند که تشکیلات یا ساختارهای داشته باشند. ما هم در بریتیش کولومبیا ساختارهای داریم که قدیمی ترین از این یک ساختار است که اتحادیه عام المنفعه افغانهای بریتیش کولومبیا است، که او هم جنبه بخش دینی داره و هم بخش اجتماعی داره و کار و فعالیت از او رو میمانیم به یک وقت دیگه، حرفایش مسئولش کسی دیگه است. اما دیگه اینجا انجمن حسینیه کانادا است، انجمن فاطمیه است، اینجا ارگان های دیگه است. یک ارگان بسیار نو و تازه تشکیل شده را که من میخواییم برای شما بگویم به نام افغان کانادین سوسایتی آف بریتیش کولومبیا است، که مسئول از او من شخص خودم هستم، که فعالیت های از این البته اجتماعی و رفاهی برای تازه واردها، برای سالمندا و برای جوانان هم هست، و در تشکیل همین فعالیت های از این مسائل دینی و مذهبی شامل نیست، یعنی به اصطلاح سیکولر و غیر مذهبی. به دلیل از این است که ما از تجربه که گرفتیم وقتی که در اینجا بخوایم که تمام مسائل تحت کنترل یک اداره داشته باشیم، مشکلاتی به وجود میاد. دقیقا موضوع باعث از این میشه که اختلافات عمیق شد و این وضعی که اتحاد به وجود بیاید، همدلی به وجود بیاید، نفاق. و به مون خاطر ما این قسمی ساختیم که تمام کسایی که در اینجا می آین امو اهداف اجتماعی و رفاهی بر افغان ها داشته باشه، و دیگه بر کسانی که مثلا مساجد و امور مساجد و خیریه و حسینیه و تکایا، یا اینجا ما اسماعیلیه ها هم داره، برادر ها اسماعیلیه ها، اهل هنود و سیک هم داره، اونا خودشون مسائل مذهبی کنن. دیگه در حدود 12-13 گروه گروه ها که کوچک است افغان ها، که هر کدامش فعالیت های داره، از 5 نفر تا 50 تا 500 نفر عضو داره، خدمت میکنن، کار داوطلبانه میکنن، کار همش قابل قدر است. یک تعداد از این مؤسسات که هست راجستر شده هستن، چریتی یا خیریه ثبت شده و وزارت مالی کانادا هستن، و به افغانستان هم بعضی کمک های روان میکنن. من حدود 20 سال میشه که در ونکوور هستم، و در 20 سالی که در ونکوور هستم همیشه فعال بودیم، در خدمت جامعه خود یا کمیونیتی خود بودیم. در هر بخشش که شما فکر کنین، به اندازه توان خود یک سهم رضاکارانه داشتیم و همراه دیگه خواهرها و برادرها کمک کردیم، دوستا، تا که تانستیم. و همه این کاری که میکنه کارشان قابل قدر است، فقط به شرط از اینکه صادقانه باشه و منافع شخصی برای وصل باشه و نفس. بله خب گاهی های تر میشه که دوستا برای وصل شروع میکنن، اما فصل میکنن و فصل شروع. من بسیار علاقمند هستم که یک تن از خواهران بسیار شجای ما، یک تن از خواهران بسیار فعال ما که در شهر ونکوور هستن، امرایشان در این وقت پیدایشان کنم و مصاحبه کنم. خواهری هستن که مسئولیت یک ماهنامه را دارن، یک مجله را دارن، اسمشان هم یعنی فراموشم شد، و از اردو چشم هم نابینا هستن. همشیره ما شفیقه جان نورزای شما میگیم، شفیقه جان نورزای، واقعا ما کارای اونا را خیلی قدر میکنم، در رابطه با اونا شنیدیم،
و امیدوار هستم که در این روزا پیدایشان کنیم و یک صحبت داشته باشیم. انشاءالله ارتباط میگیرم آقای امروشان ناظم، شد. شما از یک مسئله یاد کردین، ما ایستا قدم به قدم پیش میریم با شما. شما گفتین از امیگریشن، چطور است از شما ما یک توقع کنیم که هفته آینده، با وجودی که میگین از این کارها فاصله هم گرفتین، در رابطه با می قوانین جدید کانادا که پذیرشش و چه قسم مردم میتونن اقدام کنن، اگر بتونین یک ده 15 دقیقه مطالب روزشان جمع آوری کنیم، برای اینکه تعداد زیاد از هموطنان ما از چی از افغانستان چی از اروپا چی جایی که بند ماندن سوالات معمولا از من میکنن و من تا جایی که قدرت دارم برشان پاسخ میگم و من همیشه هم تلاش کردیم که هموطنان ما رو تشویق و تعقیب راه های قانونی کنم، گرچه هموطنان ما بسیاریشان پرسان میکنن که چه قسم ما غیر قانونی بیم و ما راه قانونی را بلد نیستم. در این رابطه هم اگر شما محبت کنین هفته آینده به دوشنبه آینده بخیر که برنامه باشه، یک چیز معلومات راجع به پذیرش، راجع به مسائل تحصیلی، ویزه تحصیلی، ویزه کار، این منتظر محبت شما می باشیم. خواهش میکنم، من در خدمت هستم. ما خوب شد که وقتر گفتین، لطف کردین، ما تیاری میگیرم، معلومات تازه را جمع آوری میکنم، معلومات ما یک کمک کنه است، معلومات نو جمع آوری میکنم و اگر در زمین سوالاتی هم دوستا داشته باشن، سوالاتشان هم شما میتونین بر ما پیام بفرستین، ما تیاری میگیرم در خدمت می باشم. تشکر. بیندای گرامی، شما میتونین پیامتان در صفحه فیسبوک تلویزیون جهانی امید 24 بگذارین. هفته آینده ما به سوالات شما در رابطه به مسائل امیگریشن پاسخ خواهد گفتیم. خب آقای ناظم، ای بود یک مختصر آشنایی ما و شما با هموطنان گرامی ما. حالا میریم، ما از تورنتو و شما از ونکوور سفر میکنیم به داخل کشور نازنین ما. خب همه گی خبر شدیم که قوی ترین بمی که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی استفاده کرد در ولسوالی هچین بود و تلفات هم بار داشت، گرچه که تا کنون تعداد تلفات به صورت تصویری به مردم نشان ندادن، ولی هر روز آمار تلفات میگن که بالا رفت و کسانی این مسئله را قبول کردن، کسانی رد کردن. کسانی گفتن که تا در روز اول گفتن که تقریبا 36 نفر داهش از بین رفته و این را محاسبه کردن که 16 میلیون دلار مصرف آماده سازی بم بود برای کشتن هر داعش، 400 هزار دلار بسیار زیاد از 400 هزار دلار اگر اینو به یک گروه میدادن شاید داعش تا سوریه و عراق هم بیرون میراندن. ولی به هر حال حرفای زیادی زده شد. ما برای ما و برای مردم افغانستان حرفای آقای کرزی بسیار جالب بود، که آقای کرزی با اکتای بسیار جالب برای مردم آمدن و این رد کردن، رهبران دولت ملی را خائن ملی خواندن و چیزی که بسیار جالب بود گفتن که آرمانهای مر این دولت منعکس نمی سازه. شما برداشتان اگه صحبت آقای کرزی شنده باشین، برداشتان اگه صحبت آقای کرزی چی هست در کل؟ بسیار تشکر آقای نصیر خالد، لطف کردین شما. پیش از اینکه من راستن سر صحبت های جناب کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برم، یک کمی میخواهیم در مورد همین بام بزرگ یا بام مهیبه که شما فرمودین و در تمام رسانه های دنیا هم انعکاس کرد، یک کمی اگر یک دو دقیقه اگر اجازه تان باشد. مهربانی. اصلا شما واقعا این یک بام بسیار قوی و کلان است که در حدود 12,000 کیلوگرم یا 21,000 و چند صد پوند خود همو مواد منفجره ازی است و ای بعد از همو بم های را که امریکا در ویتنام ساخته بود که بم هایی بود که در جنگلات منداختن که به اصطلاح میدان هلیکوپتر جور کنن. بعد از او ای را به یک هدف خاص امریکا دیزاین کرده بود، در سال 2003 کارهای دیزاین و اینا از ای تمام شده بود و ای تست هم شده بود و ای هدف اصلی از این یکی از کشورهای همسایه ما و شما بود که مشکلات امریکا با اونا داشتن سر مسئله نیروهای اتمی و ریاکتورهای اتمی و غنی سازی یورانیوم و اونا. در حدود 15 دانه از این بم نظر به معلوماتی که ما دارم ایالات متحده امریکا ساخته و آماده استعمال است.
یک تعداد نامعلوم از امی بم ها قبل از آقای ترامپ به افغانستان و بگرام منتقل شده بوده. تیارات هرکولیس به نام C-130 میگن، تیارات غول پیکر هستن. توسط از اونها یک دانه ازی، فقط یکی ازی در یک تیاره میتونه که انتقال شده و این توسط فراشوت دوا انداخته میشه، بعد از او با سیستم GPS ازی که فعال میشه بازی از رای دور کنترل میشه، از خود او تیاره کنترل نمیشه، از مرکز کنترل دیگه جای میشه. و این مثل از بما این است که تو مثل مرمی گور برد از زمین باز انفجار کنه. این انفجارش قسمان سطحی است، اما نظر به ضربه که میخوره تونل های متوسطه ای میتونه که از بین ببره. در یک ساحه یا یک شعای 25 کیلومتر یا اضافه از 15 مایل با یک دایره که اینقدر شعا داشته باشه این ساحه تخریب داره. البته ساحه تخریب شما میفهمین وقتی که یک بام انداخته میشه، یکی همون ساحه را که تماس میکنه، یکی اثر تاثیراتی که بام میداشته باشه. این دو انفجار داره، یکی انفجار اولیست، یکی انفجار بعدیست، که انفجار بعدیش یک صدای بسیار قوی هم داره که کسایی که دمیر شعا یا ریدیسی که ما به شما عرض کردم باشه گوشایشان اکثرا از شنید میمونه. گزارش هایی بود در این رابطه دود بارود توی گپام که از با محیط زیست خمانم دار بم انداختن هیچ وقت کار خوب نیست. هیچ کس خوش نداره که یک مشکلی که در یک مملکت میباشه، ما به حیث یک افغان یا یک شهروند افغانستان هیچ وقت خوش ندارم که مشکل ما با مردم افغانستان، مشکل دولت ما با بم و با توپ و تفنگ حل شوه. ولی بدون جنگ اکثرا مشکلات به صلح نمیرسه. بعضی دشمن هر وقت فکر میکنه که ما قوی هستم و تا وقتی که از موقف قوی تر با او صحبت نکنی او مجبور به تسلیمی نمیشه. هر وقتی که امید به برد داشته باشه دشمن فکر میکنه ما پیروز میشم و تسلیم نمیشه. در این قسمت چند روز است که یک عملیات جریان داشت در این ولسوالی اچین ولایت ننگرهار. در اثر از این عملیات اگر متوجه شده باشین یک سرباز آمریکایی هم زخمی شده بود که بعدا فوت کرد. و این اچین در محاصره بود، این قسم در محاصره بود که رای رفت و آمد ولسوالی اچین نظر به اطلاعاتی که هست بسته شده بود و از هوا هم بمهای خرد بمبارد میشد، تاوان و یپام انداخته میشد و کسایی که در داخل اچین در این منطقه محاصره بودن داعش و معلوماتی که من از باز اخبارها و تلویزیون ای بی پی هم شنیدم و یک روزنامه هندی خواندم، در او نوشته شده بود که در حدود 500 نفر نه تنها دایشی ها بلکه ترینرهایشان که ترینرهایشان از فوج پاکستان و عمدتا از بخشای یادی آی اس آی می باشه اینا هم در همین جا بودن. و اصلا همینجا را اینا یک مدت در ولسوالی پیچ یا در کنر کار میکردن، باز اینجا آمدن در چین نزدیکتر و رفت آمد و انتقال آمد و اینجا را میخواستن یک قرارگاه عمومی بسازن که باز از اینجا باید یک تخته خیز با دیگه ولایت ها با دیگه جای ها داشت زودتر رسیده بتانه و فعالیت کنن. خلاص مطلب که یک چیزی بود که یک عملیات کنترل شده بود، رفت آمد مردم ملکی و دیگه اهالی قریجات در یک دایره محدود شده بود. بعد از یک هفته میشد که عملیات خرد چی داشت و اطلاعاتی هم گرفته شده بود که در اینجا مرکز تجمع است، مرکز تجمع و آموزش امی گروه داعش است. که بعد از این که بم انداخته شد اولین معلوماتی که غیر دولت افغانستان گفتن معلوماتی بود که من پیشتر عرض کردم که تلویزیون ای بی پی و یک اخبار هندی گفت که در حدود 500 نفر دایشی و ترینرهای از اینا که پاکستانی ها و دیگر دایشی های افغان و پاکستانی و دیگرها در اینجا بودن و امکان داره که همه از اینا یا در اثر ضربه مستقیم یا در اثر موشاک و مراحل بعدی تاثیر سلاح از بین رفتن. البته دولت افغانستان در اول 36 نفر اعلان کرد، امروز 96 نفر گفتن. یک تعداد قماندان ها و سر قماندان های داعش هم نامایش ها گرفتن که به اینجا بودن. پیش از این که ما و شما مصاحبه کنیم ما یک چند تا عکس های را که جنازه ها و مرده های همی داعشی ها را با سلاحشان از تونل کشیدن اون را دیدم که کسی پست کرده بود در فیسبوک. از این معلوم میشه که او قدر به ارزش نبودن. اما چرا این بم
چرا ایوام کلان و چرا مخالفت جناب کرزای رئیس جمهور پیشین؟ در جنگ خسلا نظر به امکاناتی که هست، وقتی که دونالد ترامپ آمد یک سیاست جدید افغانستان آمد، یک پالیسی جدید آمد، بلاده پالیسی مسامحه میگه من ندارم، گذشت ندارم، یک اختار میتونم دشمن قبول کرد کرد اگر نکرد، حالا ما نمیتونیم پیش ازی بریم که داعش های امریکا ساخت یا نساخت، اگر ساخت یا نه، خب اگر ساخت یا نساخت طالبان پلانی که داشت حال خسته شده ازش از بین ببره، حالا گفت سر از بین بردنش از بمی سلا را فکر کردن که مناسب است. اینا چرا همه مردم افغانستان را ماندن جناب کرزی در این مخالفت میکنن؟ جناب کرزی صاحب میخواه که از این ما فکر میکنم، تا جایی که ما فکر میکنم، از این فرصت یک استفاده سیاسی کنن، مخالفت های مشکلات با حکومت وحدت ملی از شروع تاسیس حکومت وحدت ملی بین آقای کرزی، بین امریکایی ها و بین همی هر دو طرفی که در دولت وحدت ملی هست هست. آقای کرزی کسی است که خودش با بادیگارد های امریکایی ها و موترسکل های امریکایی ها شانده شد، از کویته به افغانستان آورده شد، به بروزبان آورده شد، از تلفون های امریکایی ها که تلفون های ستلایت یا ماهواره‌ای یا قمر مصنوعی که در او وقت من خوب یادم است فرنچ تلکام سرویس پرووایدر شد صحبت کرد، رسانه ها صدایش شد، بعد از اینکه آقای زلمه خلیلزاد و رئیس جمهور جورج بوش تعداد سیکیوریتیش زیاد کرد 170 یا 200 نفره برای آقای کرزی داد، این امرای سپیشل فورس امریکا در افغانستان آمد. نگرگال پشیمان است، باید یک دلیل از این که بهتر داشته باشه. در زمان آقای کرزی روزانه اکثر شهرها و قصبات افغانستان بمبارد میشد. آقای کرزی را هر روز صبح 8 بجه صبح راپور اپراتیفی عملیات دوست و دشمن در سر میزش میامد، در شورای امنیت میامد، آقای اسپانتا هر روز سر میزش همی میامد، اما سریگان تایش انتقاد میکرد، سریگان تایش نمیکرد. او معلوم دار است که استفاده سیاسی است و هدف سیاسی دارد. چیزی که بسیار مهم است که آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین حکومت فعلی را، رؤسای حکومت فعلی را، دولت فعلی را، رئیس جمهور را و رئیس اجرایی یا صدراعظم هر دویش را به خیانت ملی متهم کرد. من فکر میکنم اگر در افغانستان آدم شروع کنه که کسی را به خیانت ملی متهم کنه، خب باید از اون وقت تاسیس افغانستان یه شروع کنه و یک محکمه شوه و در این محکمه هر کس هر روز خائن ملی گفته بره و یک چیزی باید یک چوکات ساخته شوه، یک شرایط ساخته شوه که کسی که این چیزا رو داشت خائن ملی میشه، یک آدم وقت نمیشه از هر سرک از دستش بگی تو خائن ملی شد، بنابراین معلوم شوه که یک آدم که خائن ملی میشه از نظر اقتصادی به ملت چقدر ضربه میزنه، از نظر فرهنگی چقدر با ملت ضربه میزنه، از نظر سیاسی با ملت چقدر. آقای کرزی در صحبت‌های خود گفت من میخوام وزیر اکبر خان باشم نه شاه شجاع، اما در 13 سال حکومتش آقای کرزی لقب شاه شجاع دوم کمایی کرد، بسیار با افتخار برش داده بودند و میگفت من هر چی که میگن بگوید دیگه، حال میخواد که وزیر اکبر خان شود. یک گفت که ما یک فرد افغانستان هستم، اما من فکر میکنم فقط یک استفاده سیاسی است، از شرایط میخوام استفاده سیاسی کنم، و اگر آقای کرزی واقعا از این دولت وحدت ملی حمایت میکرد شاید این دولت وحدت ملی امروز در یک جای بهتر می بود. در هر مرحله میخوام چانه‌زنی کنم، وزرای سابقه خود را پیش میکنه، نفرای خود را پیش میکنه، ارتباطات خود را کوشش میکنه که برای مرحله بعدی یا برای خود یا برای یکی از دوستان نزدیک خود آمادگی بگیره. من از این بالاتر چیزی نمیبینم، فقط یک استفاده سیاسی و ابزاری از این مسئله میکنه آقای کرزی، کدام چیزی را نظر من است. خب به تشکر و قسمی که دوستان تبصره کردن، آقای کرزی حرف تازه نداشت برای مردم، فقط مو عرفای سابقه در یک تحلیل دیگه و به اصطلاح ساده آقای اسپنتام شاهد بودن در اونجا. یک دلیل تازه داشت که همی بم که مادر آف آل بمز یا مادر همه بم ها، خود جای شرم هم هست که کلمه مادر را یک چیز استعمال میکنن، مادر نیست، خب بم هست دیگه، بم خود خراب کن و خرابه به وجود میاره، گفته یک کسی وز مادر مانستر کلمش استعمال کرد، این مانستر آفالد بمزست نه مادر کلگی، اما این یک دلیل نو بر آقای کرزی شد که از این باز یک استفاده سیاسی کنن.
خرابترین کاری که آقای کرزایی کرد که بعد از این صحبت های خود یه امرای سفیر روسیه ملاقات داشت، اگر من اشتباه نکرده باشم. شما تلویزیون ها رو دیدین؟ یکشش نشه شد بریم. اینی خیانت ملیست، این خیانت ملیست که حیثیت و آبرو و سرنوشت یک مملکت به دستت گرفته. گاهی پیشروی یک کسی بار، گاهی پیشروی یک کس دیگه بار، که خیلی اگر تو طرفداری من نمیکنی من میرم پیش روسیه. این مشکل مملکت حل نمیکنه و روسا قدر احمق نیستن. تا اگر مشوروی سابق هم میبود قدر واصل سلسله مراتب داشتن که منفرهای خودم قدر با آسانی گفش قبول نمیکردن. دیگه آقای کرزایی دلش هر چی میکنه، گفتی خودش گفت ما یک نفر هستم. خب کاش که یک نفر میبود، یعنی شناخت هموطنان ماست کرزایی هست که من زیادتر یعنی آقای کرزایی از 1992 تعقیب داشتم کارهایش و فعالیتهایش، که یادم وقتی که طرح شورای ماهنگیر ریخت در جنوری 93 چه قسمی کودت های به افغانستان صورت گرفت و چه قسمی آدم وقت طرحش افشا شد از افغانستان فرار کرد آمد به پاکستان و در پاکستان بالاخره ایستا ایستا وقت گروه طالب ساخته شد خود یاوا رب به گروه طالب. خب یعنی یک آدم عادی نیستی که هر قدر خود پتو پنهان کنه. امروز مردم افغانستان یعنی مردم 40-50 سال قبل نیستیم که ما هیچ چیز نداشتیم و هیچ امکانات نداشتیم، هر کی هر چیز میگفت ما قبول میکردیم. ولی به هر حال امیدوارم که آینده از این بدتر نشه. چی یک تحلیل مختصر دیگه اگه شما کنید آقای ناظم، که پیامدی بم بعد از این چی خواد باشه؟ چون پوتین هم اعلان کرد که تو اگر بم مادر برای ما نشان دادی، ما بم پدر داریم و بم پدرم ما نمیخواییم که پای ما دوباره به افغانستان کشانیده شود. یعنی تنش های از های افغانستان های دلچه ایم چی فکر میکنیم که تنش ها بین روس و امریکا بیشتر خواد شده این رابطه و بار دیگه جنگ سرد در افغانستان شروع خواد شد، چی فکر میکنیم؟ یک سوال بسیار خوب اما بسیار مشکل، کار آسان نیست که به این سوال کسی جواب بده. مادر بم مادر شیطان است و پدر بم پدر شیطان است و خود بم هم شیطان است. شیطان هایی هستند، یعنی مصیبت هایی هستند که مشکلات حل نمی کنند. گره که به دست باز شوه او را به دندان باز کردن. یاد شما نره که آقای ترامپ هیچ نوع تجربه سیاسی نداره. کابینش اکثریتش سرمایه دارا بزنسمن هایی هستند که هیچ نوع تجربه سیاسی نداره. مشکل کلان کمیال دارن که اینا مشاورین را که استخدام میکنن یا به مو اعتمادی که سر از مشاورین دارن اکثر تصامیم میگیرن یا تصامیم نظامی را به اعتمادی که سر جنرال ها دارن. امی آدمی که فعلا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ است یا کسی قبلا شده بود آقای مایک فلن، یا در مورد افغانستان شناخت دارن اما رای حلش از نظر خود از طرز دید خود پیشنهاد میکنن. چیزی که به مردم افغانستان مهم است که ما شخصیت های ملی وفادار متعهد و پاک برای افغانستان نداشتیم و نداریم. امیاله متاسفانه در طول امی 40 سال گذشته شخصیت های ما به هر دلیلی که بود آنقدر ناچار شدن که خود را پایین آوردن به پایین ترین سویه که یا به یک چوکی یا به یک مقدار پول یا به دیگه امتیازات. اینا افغانستان فروختن. امی افغانستانی را که ما و شما میشناسیم سالهای سال از گیر معامله میکنه هر کدام از رهبرا. هیچ کدام رهبرای افغانستان هیچ کسی براحت داده نمیتونه که یا بر مردم خدمت نکنه. اگر ما یک رهبر دلسوز بر خود مردم هم من نمیخوایم مثال بتوب، چرا هر کسی که نامش آدم بگیره ده نفر سوال میکنه. اگر ما یک رهبر دلسوز در افغانستان داشته باشیم ما از این که در حال ما به نهایت بهتر میبود. ما خواهم اگر پنه میتونیم سر امریکا بندازیم، سر پاکستان بندازیم، سر روس بندازیم. ما چی کردیم؟ این امیال در افغانستان 380 یا 385 هزار نفر مسلح که در اردو و پلیس و امنیت ملی و یک چند تا سپیشل فورس یا پاک هست ماهانه ماش میگیره و ماش شما میفهمین از امریکا میگیره و از ناتو میگیره.
آیا امی نیروی جنگی در جنگ هست؟ جبهات ما و شما خرید فروشش به خاطر مجرا کردن سلاح و مهمات میشه. هر دفعه که قندوز سقوط میکنه شما فکر کنه خون سربازا ریخته میشه، مگر مصرف یک چند دانه توپ و تانک و تیل و حتی لباس یونیفرم سرباز تیر میشه. و این راپورا را خود همی کسایی را که مقرر کردن که تفتیش کنن، من نمیخوایم نام هیچ کسی بگیرم، به خاطر که هر کس در افغانستان در زمین را نمیره، کلش در هوا را میگه. من بسیار از دیگاه کده خوب است، هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. کاملا درست فرمودین. چی شد؟ چرا؟ یا گلسوالی یا هرات یا در هرات یا در قندهار یا در کندوز یا در مزار شریف یا در کنر سقوط میکنه، دو نفر محکمه نظامی نمیشه، یک نفر نمیشه. در افغانستان 600 نفر در لیست اعدام است. ما طرفدار اعدام نیستم، اما اعدام یک جزای است که در قانون اساسی افغانستان موجود است، در امریکا موجود است، در کانادا درس عبرت میشه برای اعدام باشه. از این 600 نفر دو نفر از ایرا که کسی اعدام نکرد که مردم میخواست. درست است اگر یک دوزه بگیری، دوزه محاکمه کنی، اعدام کنی، یک چهار نفر میترسه، اما یک کسی که به ناموس، کسی که به فرخنده، فرخنده را در پیش 150 متری یک در شاید شمشیره به فجیع ترین شکلش به قتل رساندن، به شهادت رساندن. قاتل از اول تا ناف خودش مانده در مابین پل چرخی میگرده، باز اخبار و رسانه های جهانی میره که از او مصاحبه میکنه، باز میگه من خوب کردم. او خو وقت باید یک اردنش یا بیستش به جزای اعمال خود میرسید که تا مردم حداقل حیا پیدا کنند، بفهمند که ایچه قانون واقعا عملی میشه دیگه. مشکل ما و شما یک مشکل نیست و پیشبینی از یام قدر کار آسان نیست. ما بس بفهمند که چی میشه چی نمیشه. روسا اهداف خود داره، منافع ملی خود داره، کشورهای همسایه ایران و پاکستان و هندوستان اهداف ملی خود داره، و به خاطر اهداف ملی خود متخصصین مشاورین داره کار میکنن، هر چیز به نفع خود میچرخانن، خانه سطرنج به نفع خود. امریکا در منطقه با ناتو یک جای اهداف دیگه داره. در بین کسایی که در افغانستان هستن، اینا فقط طرف دان و جیب کلانا میبینن، گاهی طرف دان روس میبینن و طرف جیبش که از جیبش چی میبرن، از دانش چی میبرن، گاهی طرف امریکا. اینا دروغ میگن، مردم فریب میتن که ما با شما خدمت میکنیم. هر وقت که از دروغ گفتن توبه کنن، واقعا خدمت کنن. یک آدم وزیر دفاع است، یک گردوی 250,000 نفری در اختیارش است، و شب و روز خواب خوش بامو گفته اموش که خواب نبود چی کرد، بامو گفته سابق یار زنده و صحبت باقی. انشالله انشالله برنامه شب یک آغاز بود که ما و شما از طریق اسکایپ در خدمت هموطنان عزیز خود قرار داشته باشیم. سعی میکنیم که برنامه هفتوار باشه، حداقل هفته یک دفعه. و ما انتظار دارم تو که پیشتر یاد کردیم که شما دفتر جدید در اتاوا در ونکوور بخیر شروع به فعالیت کرده و شما مسئولیت چه دارین. اما تو امیدوار هستیم که بزودی شاید گشایش یک استیدوی تلویزیون جهانی امید 24 در ونکوور باشیم و برنامه های متفاوتی از هموطنان خود از ونکوور داشته باشیم. چون تلاش ما همیست که تلویزیون بیشتر ما معلوماتی و علمی و گزارشی بسازیم و بیشتر هموطنان ما را کوشش کنیم که از هر گوشه و کنار که هستن سهم خود داشته باشن. ما قدم های نخست ماندیم که تلویزیون فعال ساختیم. حال رسالت شما و دیگه هموطنان گرامی ما هستند که این تلویزیون پیش ببرن. ما همیشه هم گفتیم که یک قدم از منافع ملی خود عدول نمی کنیم، و خاطر منافع ملی خود جان میتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم، اضافه 35 سال ما در این مسیر کار کردیم، و حال همی تلویزیون هم میخواییم که فقط مانند یک نقطه وصل باشه بین تمام هموطنان ملی هنده شما، تا بالاخره هم تو که ما شعار میتیم که با ما باشید تا همه یک جا باشیم. آقای ناظم از شما سپاس میکنیم و امیدوار هستیم که هر هفته با شما از طریق اسکایپ برای فعلا باشیم، و یادتان باشه که شما کار خانگی هم بر هفته آینده داریم که هموطنان ما در رابطه با امیگریشن از شما خواهد شنیدن. بسیار تشکر از شما، از تلویزیون شما. موفقیت های شما را تلویزیون امید 24 از خداوند بزرگ می خواهیم، و من مطمئن هستم که
تا زمانی که شما سر مسائل صحبت کنین و پشت اشخاص و ارتباطات شخصی و قومی و دینی و مذهبی مردم نگردین، مردم حتما از شما حمایت میکنه. برای از اینکه یک برنامه و یک آجندای ملی می باشه، مردم افغانستان واقعا به یک همبستگی ملی ضرورت دارن، نه به این نام هایی که از تشکیلات هایی که با نام ها ساخته شد که واقعا. و ما اگر در این را یک قدم برداشته بکنیم، حقایق و واقعیت ها را قسمی که هست و مردم به ترس و به حراس بگوییم، من حتما مطمئن هستم که بیننده های شما و طرفدارای شما زیاد میشه و باعث بهتر شدن دید مردم افغانستان در مورد قضایا میشه. من در خدمت هستم. سپاس از شما. سپاس از شما. بنده گرامی، تا برنامه دیگه شما رو به خالق یکتا میسپاریم. به ادامه برنامه توجه کنید.